سلام، از غذا سرکنجبین صفرا فزود. بله، سرکنجبین انتخابات زد صفرای عظما رو آشلاش کرد. خامنه تو پیامش بعد از نمایش انتخابات خیلی زور زد که صورتشو با سیلی سرخ نگه داره، اما اون چنان پتکی خورد تو کلش که هنوز گنجیش داره دور سرش میچرخه. از یه طرف که صندوقاش خالی موند، از یه طرفم چند تا کرسی جدی رو ازش گرفتن. پیام خامنه ای بعد از انتخابات: به مسئولان کشور یادآور می شوم که ایستادگی شجاعانه در برابر مداخلات بیگانه، واکنش انقلابی به نقشه های بدخواهان و خائنان، منش جهادی در اندیشه و عمل را برنامه دائمی خیش بدانند و به هیچ قیمت از آن تخطی نکنند. پیشرفت سوری و منهای استقلال و عزت ملی پذیرفته نیست. پیشرفت به معنی حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست. عظمایی که نصف عمامشو تو برجام از ترس خفگی داده بود به حلقوم هاضمه غربی ها، حالا ترس برش داشته که بعد از انتخابات نکنه بقیهش هم اکبر شاه ازش بگیره. واسه همینم است که تو پیامش دیگه اسمی از حماسه آخوندی نبرد و به جاش همونطور که ملاحظه کردید 4 تا سیخ و سنبه به کوسه و شیخ پری زد. البته چون خودش نمیتونست حرف اصلی رو بزنه، صادق لاریجانی رو فرستاد وسط. اونم روزه ای خوند که فقط بسیجی میخواست که سینه بزنه. با کمال تأسف، اصلاح طلبان داخلی در حرکتی کاملا هماهنگ با رسانه‌های آمریکا و انگلیس و اذناب آنان، همچون رسانه‌های وهابیت تکفیری عربستان و داعشی‌ها، سعی کردند در برخی از استان‌ها خادمان ملت را از راهیابی به مجلس خبرگان مانع شوند. واقعاً این گونه هم نوایی با اجانب برای حذف چهره‌های خدوم از حضور در مجلس خبرگان جزو مصالح نظام است. برو به خامنه بگو یزدی جونت که رفت، مصبا جونت هم که رفت، جنتی هم که آغازی شد. آخه دیگه چی واسد مونده؟ تلس شکستگی تا کجا؟ حالا دیگه شریعت نداری هم به جای واق واق باید موسموس کنه. خبرگزاری حکومتی آریا 9 اسفند: قدرت اصولگرایان در مجلس کاهش یافت. کیهان پاسدار شریعت مداری 10 اسفند: این روزها افرادی از جریان مزبور در اظهارات یک خط در میان خود سعی دارند برخی از اصول و مبانی تعریف شده نظام را زیر سوال کشیده و از حضور خیش در مجلس با عنوان تلاش برای تغییر و جابجایی این گزاره ها یاد می کنند. آره دیگه، تغییر گزاره ها همون چیزیه که عظما ازش میترسه. از اون طرف بشنوید از اکبرشاه که حالا احساس میکنه تو رینگ سگ دعوا با خامنه یه 2000 به قطر بازوش اضافه شده و حالا دنبال سهم بیشتره. سایت حکومتی انتخاب: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تازه ترین توییت خود بعد از انتخابات نوشته است هیچ کسی یارای مقاومت در مقابل خواست اکثریت مردم را ندارد و هر کسی را مردم نخواهند باید کنار برود. البته خامنه با قلقم فعل یه جک جونورای کوسه تو خبرگان همچنان دست بالا رو داره، اما الان دیگه جنگ گرگ و شغال شده جنگ دوتا گرگ. جانش، خب هرچی بیشتر هم دیگه رو بزنن و از دور خارج کنن دل ملت شاد میشه و کار آخرشون ساده تر. قربون همه شما، تا موشکاف بعدی، خداحافظ.